سلام هر کسی که با کامپیوتر و لپتاپ و این چیزا سر کار داشته باشه حتما با واژه CPU و GPU آشناست یعنی بالاخره میدونه که CPU اون مغز اصلی کامپیوتر که همه پردازشا رو انجام میده و GPU هم یه چیزیه که برای کارهای گرافیکی و بازی کامپیوتر و اینها استفاده میشه خیلی از من سوال میشه که این فرق CPU و GPU اینا چیه و این چیزایی که جدیدا هم داره مود میشه مثل TPU، NPU و DPU اینا دیگه چه موجوداتیه با من همراه باشید تا تو این ویدیو بریم سراغ این پردازنده ها و ببینیم که با همدیگه چه فرقی دارن خب ماجرای ما از خاک و شن شروع میشه که عنصر سیلیسیوم رو ازش استخراج میکنن سیلیسیوم دومین فراوانی رو بین عناصر توی کره زمین بعد از اکسیژن داره این سیلیسیوم بعد از استخراج و خالص سازی که خیلی مرحله مهمیه چون کوچکترین ناخالصی توی سیام سی سی باعث میشه توی کارکردش کردش عنوان ترانزیستور اختلال به وجود بیاد ازش برای تولید ترانزیستورهای یک پردازنده استفاده میشه این مرحله خالص سازی به 11 نه معروفه چون باید 99 ممیز 99 99 99, 99 درصد خالص بشه در مورد اینکه چطوری از ماده نیمه رسانه سیلیسیوم استفاده میکنن و ترانزیستور میسازن و چطوری از ترانزیستور برای انجام پردازش و کارهایی که کامپیوتر انجام میده استفاده میکنن توی دو تا ویدیو قبلا توضیح دادم در مورد خود این فرایند خالص سازی و روش ساخت خود سی توی ویدیوهای بعدی توضیح میدم تو این ویدیو صرفا میخوام در مورد اجزای سی پی و انواع اون صحبت بکنم سی پی یعنی واحد پردازش مرکزی و همطور که از اسمش پیداست اون اصلی ترین بخش کامپیوتره که محاسبات و پردازش توش انجام میشه اینجا وقتی میگم کامپیوتر منظورم هر وسیله الکترونیکیه که توش نیاز داره یه سری محاسبات و پردازش انجام بشه از لپتاپ و گوشی و اینا گرفته تا حتی ماشین لباسشویی و یخچال‌های هوشمند امروزی کلا هر کاری که هر وسیله الکترونیکی انجام میده از پخش فیلم و موسیقی گرفته تا بازی و حتی دستورالعمل شستشوی یک ماشین لباسشویی و هر چیزی که فکرشو بکنید رو میشه ساده کرد و خلاصه کرد در یک سری عملیات‌های ساده جبری مثل جمع و تفریق و ضرب و تقسیم به همراه یک سری عملیات‌های منطقی یا گیت‌های منطقی مثل اند و اور و نات و ایکس اور یعنی محاسبات پیچیده‌تر مثل توان و جذر و سینوس و کوسینوس و نمیدونم انتگرال و مشتق و حتی این شبیه‌سازی‌هایی که توش میان میلیاردها کهکشان شبیه‌سازی می‌کنن تا پیشیره ترین تحلیل هایی که هوش مصنوعی میکنه و میاد مثلا تصویر میسازه و تشخیص گفتار میده همه اینها رو میشه با ترکیبی از چهار اصلی و این چارتا گیت منطقی ساده انجام داد برای این کار پردازنده های بخشی دارن به اسم ALU که به معنی واحد محاسبه و منطقه که همین چهار اصلی و اون عملیات های منطقی توشون انجام میشه یک بخش هم به عنوان کنترلر داره که اطلاعاتی که باید به اون واحد محاسبه وارد بشه و نوع عملیاتی که باید روش انجام بشه رو کنترل میکنه این کنترلر اطلاعات رو از حافظه کش که یک حافظه موقت روی خود سی پی میخونه و به واحد محاسبه و منطق میده بعد از انجام پردازش نتیجه محاسبات دوباره روی حافظه کش نوشته میشه و اگه لازم بود توسط کنترلر به حافظه بلند مدت به بخش مربوطه مثل مانیتور یا اسپیکر فرستاده میشه این وسط دو تا عامل مهم وجود داره که تعیین میکنه یک پردازنده چقدر سریع بتونه این محاسبات رو انجام بده یکیش تعداد ترانزیستورایی که این محاسبات رو انجام بدن و اون یکی دیگه کلاک یا سرعت ساعت پردازنده است یه نوسان ساز توی همه سی پی ها وجود داره که در هر ثانیه تعدادی نوسان میکنه که میتونه باعث بشه تمام ترانزیستورها همزمان با هم فعال بشن و روشن و خاموش بشن که این توی انجام درست محاسبات خیلی مهم میشه اولین پردازنده جهان یک هرتز سرعت کلاکش بود یعنی در هر ثانیه یک بار نوسان میکرد ولی امروزه این عدد به 5 گیگاهرتز یعنی 5 میلیارد نوسان در هر ثانیه رسیده روش این کنترل تبادل اطلاعات بین اجزای مختلف یک پردازنده و نوع اون ارتباطشون هم توی این سرعت خیلی تاثیر داره و برای همین هم خیلی وقتا پردازنده هایی میبینیم که اون سرعت کلاکشون خیلی پایینه ولی سرعت کلی پردازنده توی انجام محاسبات بالاست حالا جالبه که بدونید این ALU ها برای انجام محاسبات روی اعداد صحیح طراحی شدن و ما خیلی وقتا لازمه که روی اعداد اعشاری بتونیم یه سری محاسبات انجام بدیم که با اینکه میتونن تا یه حدی اعداد اعشاری رو هم روش محاسبات انجام بدن ولی خیلی کند و غیر بهینه این کار رو انجام میدن برای همین میان یک پردازنده دیگه درست میکنن یعنی یک نوع دیگه از ساختاری از این ترانزیستورها رو درست میکنن که مخصوص پردازش اعداد اعشاری باشه که بهش FPU میگن یعنی واحد نقطه شناور که این نقطه شناور در واقع همون نقطه ممیزیه که توی اعداد اشاری وجود داره و جاش میتونه شناور باشه و عوض بشه قدیم این اف پی توی یک چیپست دیگه و توی قطعه دیگه توی کامپیوتر جدا از سی پی قرار می گرفت ولی دیگه امروز اون اومدن در داخل سی پی در, در کنار همون ALU یو قرارش دادن و اون کنترلر تعیین میکنه که مثلا کدوم از اعداد بعد بره به سمت ALU و کدومش بره به سمت FPU در گذشته کامپیوترها در آن واحد یک برنامه را اجرا میکردن و بنابراین لازم بود در هر لحظه بتونن یک سری محاسبات رو انجام بدن ولی بعد که سیستم های عامل پیشرفته اومد که مثل ویندوز میتونن چند تا برنامه رو همزمان اجرا کنن لازم دیده شد که همزمان سی پی بتونه چند تا محاسبه رو انجام بده یعنی محاسبه مربوط به هر کدوم از این برنامه ها رو به صورت همزمان انجام بده خب اون سی پی یک هسته داشتن یعنی میتونستن همزمان یک سری محاسبه رو انجام بدن و برای اجرای چند برنامه می به صورت مجازی کار میکردن که به نظر بیاد داره چند تا برنامه رو همزمان اجرا میکنه به این صورت که مثلا توی یک ثانیه مثلا نیم ثانیه روی برنامه کار میکرد و نیم ثانیه روی برنامه دیگه و همینجور متناوب رو هر دو تا برنامه کار میکرد و شما به نظر میرسید که دارید هر دو تا برنامه رو همزمان اجرا میکنید در صورتی که در واقع هر برنامه داشت با سرعت نصف حالتی که به صورت تکی اجرا بشه اجرا میشد که این کار با روش های انجام میشد که خیلی به نظر نیاد که سرعت اون اجرای اون برنامه ها کم شده مثلا یه روش این بود که برای یه برنامه که توی مرحله باید یه عملی اجرا بشه که مثلا یه مقداری از اطلاعات از یه جای منتقل بشه به یه جای دیگه توی اون مدت زمان انتقال سی پی میرفت سراغ محاسبات یک برنامه دیگه محاسبات اون رو انجام میداد و مثلا اطلاعات اون یکی برنامه شروع میکرد به انتقال پیدا کردن بعد برمیگشت به این یکی که اطلاعاتش انتقال پیدا کرده و آماده محاسبات جدیده و به این صورت هیچ زمانی رو هم از دست نمیداد برای درک بهتر این موضوع میشه مثال آشپزی رو زد که میخواد همزمان دو تا غذا رو درست کنه مثلا میاد یه دقیقه روی غذا کار میکنه دقیقه دوم میره روی غذای دوم بعد دقیقه سوم دوباره برمیگرده غذای اول و همینطور به ترتیب کار دو تا غذا رو پیش میبره تا در نهایت هر دو, دو غذا درست بشه یا برای بهینه شدنش میاد مثلا یه غذایی رو تا یه جایی جلو میبره بعد بعد منتظر بشه مثلا آب جوش بیاد توی اون زمان انتظار میاد سراغ غذای دوم اون رو تا یه جایی پیش میبره بعد برای اون زمانی که بعد منتظر باشه مثلا غذای دوم پخته بشه میره دوباره غذای اول و به این صورت دیگه زمانی رو از دست نمیده و هر دو تا غذا رو همزمان آماده میکنه خب حالا تصورش بکنید که همین آشپز بخواد 10 تا غذا رو همزمان درست بکنه دیگه قطعا این روش خیلی کارایی نداره و باعث میشه که اون 10 تا غذا همشون خیلی دیر آماده بشن و بهترین راه اینه که بیایم 10 تا آشپز یا حالا مثلا 5 تا آشپز بیاریم که همزمان تعداد غذا رو بتونن با هم درست بکنن توی دنیای پردازنده ها اومدن رفتن سراغ پردازندهای چند هسته ای یعنی یک پردازنده ای که توش چند واحد مختلف ال با کنترلر و کش مخصوص خودش داره که هر کدوم مستقلا میتونن یک برنامه رو اجرا بکنند و چند تا از اینها رو به صورت در کنار هم قرار میدن که به صورت همزمان روی محاسبات مختلف کار بکنن و هیچ از برنامه ها به واسطه اجرای یک برنامه دیگه کند اجرا نمیشه بعد اومدن تعداد این هسته داخل پردازنده‌ها رو افزایش دادن دو هسته ای، هش هسته ای، ده هسته ای. الان برای سی ها تا 288 هسته برای کاربردهای خاص سرور رو اینها داریم و البته جی پی هم داریم که بیشتر از 10 15 20 هزار هسته داره یک سی پی طراحی شده که همه جور محاسبات رو مربوط به هر نوع برنامه‌ای رو بتونه خیلی خوب و سریع انجام بده ولی وقتی که میریم سراغ یک سری محاسبات خاص که باید به طور همزمان یک عملیات خیلی تکراری هی پشت سر هم انجام بشه و تعداد این تکرارها و تعداد اون چیزایی که باید همزمان اجرا بشه زیاد میشه دیگه سی خیلی بهینه نیست برای اجرای اون نوع برنامه ها یه نمونه از این محاسباتی که اشاره کردم پردازش چیزای گرافیکیه برای به تصویر کشیدن یک محیط تو روی مانیتور مخصوصا محیط های بودی تو بازی های کامپیوتری باید برای هر پیکسل تصویر محاسبات خیلی زیادی انجام بشه که این محاسبات ساده و تکراری هن. ولی چون تعداد این پیکسل ها خیلی زیاده و کیفیت مانیتور هم بالا رفته بنابراین تعداد محاسباتی که باید همزمان انجام بشه زیاد میشه مثلا برای شبیه سازی یک محیط سبودی توی بازی اول میان تمام سطوح اجسامی که توی تصویر هستن رو به مثلث های کوچیک مسطح تقسیم می‌کنند و برای طبیعی شدنش تعداد این ها رو خیلی زیاد می‌کنند. برای هر مثلث مختصات سه گوشش رو محاسبه می‌کنند و یک عدد هم برای رنگ اون مثلث در نظر گرفته میشه بعد یه منبع نور هم که توی محیط هست که برای هر پرتای نوری که از منبع ساته میشه بعد محاسبه بشه که موقع ساته شدن از منبع تا برخورد به جسم چجوری باستاب میکنه و یا میشکنه و چقدر رنگ هر کدوم از اون مسلس ها رو تغییر میده این وسط زاویه دیدی که ازش داریم اون صحنه از بازی رو میبینیم هم حساب میشه که چه چیزهایی از اون زاویه دیده میشه و چه چیزهایی پوشیده میشن و در نهایت تصویر نهایی تشکیل میشه این اتفاق بعد برای همه نقاط تصویر بیفته که گاهی برای مانیتورهایی که کیفیتشون بالاه تا 8 16 میلیون نقطه میرسه که در هر ثانیه باید حداقل بین سی و بعضی وقتها تا 120 بار باید این محاسبات برای همه این 8 16 میلیون نقطه تکرار بشه و برای اینکه بشه این کار رو انجام داد باید خیلی از این محاسبات به صورت همزمان انجام بشه خب سی برای این کار طراحی نشده بود با اینکه این محاسباتی که بعد انجام میشد محاسبات ساده ای بود ولی چون حجم خیلی زیادی از اون بعد همزمان انجام میشد سی نمیتونست این کار رو با سرعت خوبی انجام بده برای همین اومدن یک پردازنده جدایی مخصوص این کار طراحی کردن که اسمش جی یعنی واحد پردازش گرافیکی که روی یک قرار می گرفتش که به اسم کارت گرافیک همتون میشناسید این جی از همون ترانزیستورهای سیلیسیومی ساخته میشد که سی هم از اونها ساخته میشد فقط ساختار اونها و نوع قرارگیریشون کنار همطوری بود که فقط برای انجام اون محاسبات ساده ولی به صورت موازی و همزمان طراحی شده بود بنابراین یه جی پی او یک سری از محاسبات رو اصلا نمیتونه انجام بده و یه سری هم خیلی کنتر از سی پی او انجام میده ولی یک سری محاسبات خیلی ساده رو میتونه به صورت انبوه و همزمان با هم خیلی سریعتر از سی پی او انجام بده جی ها معمولا هسته های خیلی کوچکتر و ساده تری نسبت به سی پی دارن ولی تعدادشون این روزها خیلی بیشتر از تعداد هسته های یک سی پی مثلا پردازنده های گرافیکی رد بالایی که امروزه برای کامپیوترهای دسکتاپ ساخته میشه حتی تا 16 هزار هسته برای پردازش های مختلف داره پردازنده های گرافیکی این روزا برای هر نوع محاسبه هسته های مخصوص خودشون رو دارن مثلا برای محاسبات مربوط به سایزنی یه هسته به اسم شیدینگ دارن و بیشترین تعداد هسته های یک جی پیو رو تشکیل میده چون بیشترین محاسبات مربوط به این بخش میشه هر کدوم از این هسته تنها محاسبه ای که انجام میده عملیات ساده جمع دو تا عدد و ضربش در یه عدد دیگه است که یه بخشی از این هسته عملیات رو روی عدد اشاری و یه بخش دیگه روی عدد سعی انجام میده یه هسته دیگه هم داریم به اسم هسته تنسور برای ضرب ماتریس تو هم دیگه که یکی از انواع محاسبات توی پردازش مختصات سبودی نقاط و فضاست و علاوه بر اون توی پردازش‌های شبکه‌های عصبی هم خیلی کاربرد داره. هسته‌های رهگیری پرتو یا آرتیکور هم هستن که کارشون اینه یعنی که مسیر تک تک پرتوهای نور توی یک صحنه رو دنبال می‌کنن و بازتاب و شکستشون رو حساب می‌کنن تا در نهایت مشخص بشه هر نقطه از تصویر چه رنگی رو باید به خودش بگیره و تصویر چطوری بعد بازتاب کنه. هسته‌های مربوط به نگاشت بافت یا تکسچر مپینگ هم داریم که مخصوص اختصاص جنس به سطوح مختلف توی تصویر سبودیه و در نهایت هم هسته های واحد خروجی پردازش یا ROP که نتیجه همه محاسبات رو با هم جمع میکنه و به عنوان یک خروجی واحد برای هر پیکسل ارائه میده اگر فقط قرار بود که برای کار گرافیکی توی بازی کامپیوتری از جی پی ها استفاده بشه شاید انقدر که الان توسعه پیدا کردن گسترش پیدا نمیکردن یک سری محاسبات دیگه هم هستن که شبیه کارهای گرافیکی نیازمند یک سری محاسبات خیلی ساده ولی تکراری و موازی با همن مثل استخراج رمز ارز یا آموزش و استفاده از هوش مصنوعی مثلا برای استخراج رمز ارز باید یک دستورالعمل و یک محاسبه تکراری رو بارها و بارها و بارها روی یک سری اطلاعات انجام بدیم و برای همین جی پی ها تو انجام این محاسبات خیلی بهتر از سی پی عمل می‌کردن برای همین توی یه بازه زمانی بود که خیلی از این جی ها برای استخراج رمزارز استفاده میشد و این مزاره استخراج رمزارز با تعداد زیادی جی ساخته شده بود و استفاده میشد البته این روزا یه نوع جدیدی از پردازنده ها اومده که کار استخراج رمزارز رو خیلی سریعتر از جی ها انجام میده و برای همین دیگه تقریبا استفاده از جی برای استخراج رمزارز بر افتاده. البته سازنده های جی پی بیکار نشستن و فوری گشتن دنبال یک کاربرد جدیدی برای پردازنده هاشون پیدا کردن. <applause> شاید برعکس باشه. یک کاربرد جدیدی ابدا شد و گشت و این سازنده های جی پی رو پیدا کرده، و اونها رو از ورشکستگی نجات داد. اون کاربرد جدید شبکه های عصبی و یادگیری ماشین و هوش مصنوعی بود چیزی که این روزها زیاد ازش میشنویم توی آموزش و استفاده از هوش مصنوعی هم مشابه اون پردازش گرافیکی یک سری محاسبات ساده باید به تعداد زیاد و به صورت موازی با هم اجرا بشه برای همین خیلی از شرکت ها برای ساخت یک مدل قویتر هوش مصنوعی پردازنده های گرافیکی رو به صورت عمده خریداری کردن و اونها رو برای آموزش مدلاشون استفاده کردن جی پی ها کاربرد های دیگه هم دارن مثل شبیه علمی که باید محاسبات روی داده های خیلی زیادی انجام بشه یا حتی پیش بینی های بازارهای مالی که اون هم باید یک سری محاسبات روی حجم زیادی از داده ها انجام بشه که همشون با کمک این جی پی ها انجام میشه این جی پی ها اونقدر تو انجام عملیات موازی با هم قوی شدن که امروزه میتونن تا حدود 100 تریلیون محاسبه رو اعداد اعشاری رو به صورت همزمان انجام بدن این یعنی 10 تا 15 هزار برابر جمعیت کره زمین رو بنشونیم و بهشون بگیم همزمان یک محاسبه رو تو یک ثانیه انجام بدن یه اصطلاحی تو این حوزه هست به اسم embarrassingly parallel operations یعنی عملیات که به طرز شرماوری میتونن به صورت موازی انجام بشن این به طرز شرم آور یا خجالت آور به این خاطر استفاده میشه که این عملیات ها طوری که هیچ ارتباطی تقریبا با همدیگه ندارن و کاملا بدون هیچ زحمتی میشه اونها رو به صورت همزمان انجام داد بدون که نیاز باشه هیچ گونه رد و بدل اطلاعاتی بین این محاسبات مختلف انجام بشه یعنی اونقدر راحت میشه اونها رو به صورت موازی انجام داد که دیگه خجالت آوره یک نمونه برای این محاسبات اینه که توی نمایش یک صحنه بازی سبودی یک جسم توی این صحنه برای خودش از تعداد زیادی مثلث درست شده که هر مثلث سه تا راست داره که هر راست یک مختصاتی نسبت به یک مبدا در وسط جسم داره که موقع طراحی اون جسم به صورت مجزا تعیین شده حالا برای قرارگیری این جسم در یک صحنه و اینکه کجای صحنه باشه باید اون مختصات به مختصات کلی جهانی تبدیل بشه یعنی تمام اون عددهای هر راست باید با یک سری عدد ثابت جمع بشن این عملیات باید برای تمامی میلیون ها که روی تمامی اجسام توی صحنه قرار داره تکرار بشه و هیچ وابستگی هم به همدیگه نداره بنابراین تعداد زیادی محاسبه خیلی ساده به صورت همزمان باید انجام بشه که این محاسبات به تمامی های موجود توی یک پردازنده فرستاده میشه تا همزمان با همین محاسبات رو انجام بدن. پس اگه دنبال مقایسه بین CPU و GPU هستین، بعد بگم که اینا قابل مقایسه با هم نیستن و هر کنون برای یک کاری ساخته شدن. GPU مثل یک کشتی باری خیلی بزرگه که سرعت حرکتش آرومه ولی حجم خیلی زیادی از کانتینر و بار رو میتونه حمل بکنه. CPU مثل یک هواپیمای که با سرعت خیلی بالا حرکت میکنه ولی حجم بار کمی رو میتونه منتقل بکنه ولی خب نوع بارهایی که میتونه هم بکنه زیاده یعنی میتونه مسافر هم کنه بار هم کنه و جاهایی هم که میتونه بره زیاده یعنی بین هر دو شهری توی دنیا میتونه سفر بکنه ولی اون کشتیه فقط بین بنادر خاصی میتونه حرکت بکنه ولی توی هر بار حرکتش میتونه حجم خیلی خیلی زیادی بار و کانتینر رو هم بکنه توی این ویدیو که توسط شرکت انویدیا منتشر شد و توسط مجری های افسانه‌زدایان اجرا شد فرق بین سی پی و جی پی رو می‌بینیم. این در واقع سی که به صورت پشت سر هم یک سری محاسبات رو میخواد انجام بده و یک شکل رو بکشه و این هم جی که همزمان با هم یک محاسباتی رو انجام میده و در آن واحد اون شکل رو ترسیم میکنه gentlemen <applause> توی دهه اخیر که بحث هوش مصنوعی و شبکه های عصبی گسترش پیدا کرد سازنده‌های های پردازنده ها اومدن دیدن که میتونن باز هم اون پردازنده های گرافیکی رو بهینه کنن که فقط مخصوص محاسبات مربوط به هوش مصنوعی باشه یعنی یک سری کارهای اضافی که اون پردازنده های گرافیکی انجام میدن اونها رو حس بکنن ازشون و فقط هسته‌های از اونها رو نگه دارن که مخصوص انجام محاسبات مربوط به هوش مصنوعیه به اینو پردازنده ها NPU یا واحد پردازش عصبی میگن که الان توی خیلی از وسایل و گوشی هایی که دست من و شما هست وجود داره البته این رو بگم که این NPU ها بیشتر برای اجرای هوش مصنوعی روی دستگاه ها به درد میخورند تا آموزش هوش مصنوعی برای آموزش هوش مصنوعی یک پردازنده دیگه ای توسط گوگل توسعه پیدا کرده به اسم TPU یا واحد پردازش تنسور تنسور در واقع یک نوع پیشرفته و پیچیده نمایش اطلاعاته ما چند نمایش داده های عددی داریم یکی اسکالره که فقط یک عدده مثل دو یکی برداره که در واقع از دو یا چند عدد به صورت آرایی یک بودی تشکیل شده مثل یک و دو که میتونه مختصات یک بردار باشه یک ماتریس از چند عدد به صورت آرایه های دو بودی تشکیل شده یعنی در واقع از چند تا بردار تشکیل شده و یک تنسور از مجموعی از ماتریس ها تشکیل شده در محاسبات مربوط به هوش مصنوعی و مخصوصا آموزش اونها ما با عملیات ضرب روی تنسورها خیلی سر کار داریم و این تی ها طراحی شدن که این محاسبات رو با بالاترین سرعت و به صورت موازی به همزمان انجام بدن یکی از آخرین انواع این واحدهای پردازش یه چیزی به اسم واحد پردازش داده یا دی که در واقع همون سی که برای پردازش داده ها بهینه به شده حتما از این فکت شنیدید که مثلا در هر ثانیه چقدر فیلم داره توی یوتیوب آپلود میشه یا چقدر ایمیل زده میشه یا چند تا پست اینستاگرام منتشر میشه اون دیتا سنتر ها یا مرکز داده هایی که این همه داده رو باید همزمان ذخیره و بازیابی و انتقال بدن باید پردازنده های خاصی داشته باشن که بتونن از عهده این کار با سرعت بالا و با کمترین هزینه و مصرف انرژی بر بیان. تا حالا سی پی ها و جی پی های قوی با تعداد هسته های بالا برای این کار استفاده می شدن. ولی حالا شروع کردن به ساخت پردازنده های مخصوص اینو پردازش که میتونه تونه تحولی توی سرعت این پایگاه های داده ها ایجاد کنه یک دی او قرار نیست محاسبات پیچیده ای روی داده ها انجام بده فقط باید بتونه اونها رو پیدا کنه از محل شون بیرون بکشه و بعد داده های جدید رو در محل خودشون ذخیره کنه و این کار رو برای حجم بالای از داده ها انجام بده کامپیوترها دستگاه های امروزی یک ترکیبی از جی پی و سی پی و ان پی و حافظه و رم و اینها دارند و در واقع با کار کردن یک پارچه اونها با همدیگه میتونن اون کارایی لازم رو داشته باشن حالا تو یک سری از کامپیوترها این اجزا از هم جداست و روی یک بردی قرار میگیره که باید با هم ارتباط داشته باشن بعضی از سیستم ها میان همه اینها رو در داخل یک چیپ در کنار هم قرار میدن که بهشون سیستم روی چیپ یا SOC میگن که یه نمونه بارزش پردازنده های اپل که سری پردازنده اپل سیلیکون یا سری ام در واقع یک سیستم کامل روی یک چیپه یعنی هم CPU هم GPU هم NPU هم اون رم و حافظه که قرار اون کامپیوتر داشته باشه و تمام پردازنده های مربوط به ورودی خروجی های تصویر و صدا و اینها همه گی به صورت یک پارچه در داخل یک چیپ قرار میگیرن که این کار باعث میشه سرعت پردازش اطلاعات و سرعت انتقال اطلاعات بین این اجزا به مراتب بالا بره و این کامپیوترها با داشتن مقدار خیلی کمتری رم و کلاک سپید میتونن خیلی بهتر از کامپیوترهای دیگه عمل کنن امیدوارم اطلاعاتی که تو این ویدیو بهتون ارائه دادم براتون مفید بوده باشه. منتظر نظرتون در مورد این ویدیو هستم. خدا نگهدار.